دوستان وقتتون بخیر. آخر هفته تصمیم گرفتیم که یکی دیگه از شهرهای ایالت واشنگتن رو از نزدیک ببینیم. این بار شهر اسپوکن رو انتخاب کردیم. اسپوکن دومین شهر بزرگ ایالت واشنگتن هستش و در شرق این ایالت واقع شده و خیلی نزدیک هستش به ایالت آیداهو. ما برای سفرمون بزرگراه I-90 رو انتخاب کردیم که از سیاتل شروع میشه تا ایالت ماساچوست ادامه داره و این بزرگراه انتهای شرقی رو به انتهای غربی وصل میکنه. شهر سیاتل و ایستساید درخت زیاد داره و خیلی سرسبزه و هرچی ما به سمت اسپوکن نزدیکتر میشدیم درخت ها کمتر میشد و دشت ها بیشتر. تقریبا هر 10 دقیقه یک بار یک خروجی هستش برای رستریا که افراد میتونن خارج بشن و استراحت بکنن، بنزین بزنن، غذایی بخورن و دوباره برگردن به مسیرشون ادامه بدن. خب این رودخونه زیبایی هم که میبینید اسمش کولومبیا ریوره، از رودهای بلند قاره آمریکای شمالی که از کانادا شروع میشه، سرچشمش از کولومبیا لیک و از 2 ایالت‌های واشنگتن و اورگن رد میشه تا به اقیانوس آرام برسه. طولش حدوداً 2000 کیلومتر و قسمتی از این رودخونه مرز مشترک ایالت واشنگتن و اورگن هستش. تو مسیر از این فوتراک غذا خریدیم، همچنین دوچرخه‌مون رو با خودمون برده بودیم و یه رکابی زدیم. خیلی لذت بخش بود. داونتاون شهر اسپوکن هتل زیاد داره و ما به راحتی تونستیم هتل پیدا بکنیم. ما برای یک شب موندن توی این هتل $180 هزینه پرداخت کردیم. اتاقی رو که انتخاب کردیم نمای رودخونه داشت و صبح با صدای آب این رودخونه از خواب بیدار شدیم. بین اتاق و رودخونه مسیر دوچرخه سواری و پیاده روی بود که خیلی لذت بخش بود. این هم آبشار زیبای اسپوکن. این قسمت اسکای راید بود که ما سوار شدیم تا زیبایی این رودخونه رو از نزدیکتر ببینیم. نزدیک آبشار پارک بسیار بزرگی بود که افراد میتونستن بر اساس نیازشون از امکاناتی که در پارک داشت استفاده کنن. این هم خلاصه ای از سفر 2 روزه ما به شهر اسپوکن. مرسی که در این سفر با من همراه بودید.